مطلب دیگر این که عرض شود که این حوادثی اتفاق میافتد بعض اوقات در جامعه آمریکایی. ما بیشتر ما هم خب انگلیسی بلد نیستیم الحمدلله، بعد یه انگلیسی ندانی یه چیزی میشنوه به یکی دیگه به یکی دیگه به یکی دیگه، وقتی به دست پنجم و ششم میرسه این احادیث نبوی میشه. یه وقت میبینی که صحبت سر گاب مش حسنه، یه اون میبینی موضوع میشه که خر داشتقی مثلا. این آقای فرید زکریا، دکتر فرید زکریا یک شخصیت بزرگی است. آقا اینطور نیست، آقای زکریا مرد بزرگی است، بی خود نیست که بهترین ساعت سی ان ان و در واقع ادیتور هست در مجله تایم، در نمیدونم مجلات معتبر دیگه، نیوز ویک، همه اینها بوده. این آقا خیلی آدم بزرگی است، آقای دکتر فرید زکریا، مسلمان هندی، بچه شهر بامبئی، ممبای، به سال 1964، و پدرش هم مسلمان بوده، رفیق زکریا، و جز همون کنگره ملی هند بوده. مادرش روزنامه‌نگار بزرگی بوده، در ساندی تایمز هندوستان می نوشته. این مرد آمده با آمریکا به دانشگاه یل رفته و بعد به دانشگاه هاروارد رفته، دکتراش هم در واقع حقوق سیاسی خونده، یکی از متخصصین در واقع سیاست خارجی آمریکاست و بسیار فصیح و بسیار دانا و مرد بزرگی است. آقای زکریا یک اشتباه کرد، عرض شود که یک لغتی در انگلیسی هست، پلیجریزم، یعنی اینکه شما مطلب کسی دیگر رو بردارید، پاراگرافی گفته، حرفی به خودتون منتسب کنید. این دزدی نیست، چون دزدی از زمره جنایاته. ما میبینیم دزد رو پالهنگ زدن و عرض میکنن دستبند زمرن به زندان، اما کسی که یه پاراگرافی گرفته، این بیشتر جنبه غیر اخلاقی داره تا جنبه جنایی. بنابراین به همین جهت بهش میگن پلیجریزم، یعنی کسی که مطلب دیگری رو بسته به خودش. اینه که این سرقت نیست، دزدی نیست، چون دزدی داستان دیگری است. عرض کردم از امور جنایی به طور کل. این بیشتر جنبه های اخلاقی قضیه است که مطرح هست.